سلام و درود خدمت شما دوستای عزیز و گلم، وقتتون بخیر باشه. انشالله عذرخواهی میکنم اگه صدا یه مقدار ممکنه بد باشه، چون این ویندوز ایکس باکس بار ویندوز میکروفون لپتاپ و کیفیتش رو میاره پایین، نمیدونم چرا، ولی خب تحمل بکنید دو صفحه از کلا، چون میکروفونم نیستش متاسفانه. الان اصطلاح اول بیگ شات یعنی یک آدم مهم و با نفوذ و آدم کله گنده معنی میده. پس دو تا معنی داشت، آدم مهم و با نفوذ و آدم کله گنده. خب میتونی برای خود تجسم بکنی معنیشو. Fool around سه تا معنی داره، یعنی وقت تلف کردن، یعنی الکی وقت گذراندن، یا رابطه جنسی برقرار کردن، که به قول معروف بعید میدونم این معنی سومش کلن توی کنکور استفاده بشه. همون معنی در واقع اول و دومش هستش که تقریبا هم معنی هستن، توی کنکور استفاده خواهند شد. Get on one's nerves به معنای عصبانی کردن کسی معنی میده، به معنای کسی را عصبی کردن یا روی اعصاب کسی رفتن. این سه تاشو به قول معروف بنویسید، با اینکه مثل هم هستن ولی خب معنیهاش میتونه توی قسمت‌های مختلف و شرایط‌های مختلف به کارتون بیاد. که اگه بخوایم مترادف‌هاشو بگیم که توی درس‌های بعدی بهشون اشاره می‌کنم، میشه to get under somebody's skin دیگه زیره، دیگه متوجه که هستید 100%، چون بعید کنکوری باشید و لغاتی که میگم توی این اصطلاح رو بلد نباشید. To get under somebody's skin یعنی پوست، یعنی در واقع رسیدن به زیر پوست یه نفر معنی میده، ولی خب به صورت کلی میشه عصبانی کردن کسی، کسی را عصبی کردن و روی اعصاب کسی راه رفتن. اما یه معنی و یه مترادف دیگه برای این وجود داره که فوق‌العاده مهمه، توی کنکور بارها اومده ولی توی کتاب نیست. To bug someone مثلا باگ علی، باگ سارا، باگ زیبا، باگ فلان، اوکی، یعنی عصبانی کردن علی، عصبانی کردن محمد، عصبانی کردن سارا، اوکی. خب get the show on the road یکی از اصطلاحات فوق‌العاده مهم که در کنکور استفاده شده به صورت مستقیم. میشه دست به کار شدن، یا به معنای راه افتادن یا آغاز کردن معنی میده. سه تا معنی براش بنویس: دست به کار شدن، راه افتادن و آغاز کردن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که معنی که بیشتر برای ما مورد نیاز هستش، خب همین معنی راه افتادن بیشتر معنی میده، یعنی توی کنکور به معنی راه افتادن بوده. یک ستاره کنار این معنیش بزن که بدونی این معنی مهمه. Lighten up LIGHTEN Lighten up به معنای سخت نگیر، آروم باش، جدی نگیر. بذار از اول بیارمش. سخت نگیر، آروم باش، جدی نگیر. خب که اگه بخوایم به مترادفاش اشاره بکنیم میشه chill out. زیاد دیدی طرف تو حتی آهنگاش هم میگه chill out یا take it easy، زیاد شنیدید، یعنی سخت نگیر بابا، یا calm down یعنی آروم باش. اوکی، پس lighten up، chill out، take it easy و calm down به همین صورت. خب بریم سراغ اصطلاحات بعدیمون، چون بچه ها همونطور که گفتم دو صفحه از کلا همین چهار تاست. خب night owl یکی از اون اصطلاحات فوق‌العاده مهمی هستش که نمیدونم، فکر کنم توی آزمون قلمچی اومده بود یا توی خود کنکور بود، یعنی یک آدم شب زنده دار. night owl یعنی آدم شب زنده دار. nothing doing یعنی امکان نداره،
هرگز عمرن بی خود اصرار نکن. امکان نداره. هرگز عمرن بی خود اصرار نکن. مثلا پسرت بهت میگه که ماشینو میشه ببرم بیرون، میگی nothing doing، یعنی امکان نداره، هرگز. No way و not on your life این دوتا هم معنی و مترادف nothing doing هستن، این هم. گاهی اوقات به جای not no میارن no on your life، که من دیدم این موردو که به هر صورت باید بیس کار رو یاد بگیرید که هر جا استفاده شد بدونید که به چه صورت هستش. No way, not on your life, nothing doing. Stay up. Stay up یعنی بیدار ماندن، که معمولاً میشه تا دیر وقت بیدار موندن، یعنی تا دیر وقت کلمش توی جمله میاد که با این stay up استفاده بشه. اوکی، پس stay up یعنی بیدار ماندن معنی میده. بچه دم شما گرم.